دوتا انتقاد یعنی به نماینده مجلس ها نمیتونیم جمع کنیم، روزی 20 نفرشون دارن زنگ میزنن. از تو انتظار نداشتیم. یا به کی انتظار نداری؟ از کی انتظار؟ از من انتظار داشته باش. دقیقاً بعد از من انتظار می‌داشتی. باید از من انتظار می‌داشتی. یکی بهتون میگه مثلا حقو به آقا نماینده مجلس برام وایس فرستاده، بنده خدا که به خدا من کلیپاتو نگاه می‌کردم. با همکارا کلیپاتو با هم دیگه نشون چی گفته فلانی. دیگه از اون روز کلیپاتم نگاه نمی‌کنم. ای عجب، نگاهی بکن تو رو خدا جون. چی شده؟ یا آقا تو چرا گفتی این بخش نامه این معاون امنیتی بذاری؟ میگم به حضرت عبا من تو مکه بودم اینو نوشتم، اصلا من داشتم نونو ماست هم میخوردم تویتر رو با کریم اونجا بودم. ای بخش نامه بودیم، چه بخش نامه خوبی؟ دولتش هم غلطی بکنه من میگم سر وزارت بازرگانی. خوب من اول دولت رو زدم، سر شفافیت رو بریم مجمع تصمیم چم. عجب مجمع تشخیصی که مصلحتی که مصلحت رو از امیرالمومنین بیشتر تشخیص میدن. برادر من آقای نماینده عزیز و بزرگوار، اون موقعی که من داد میزدم از شما ها دفاع میکردم چرا نمیبینید؟ دولتشم غلطی بکنه من میگم. من نظرم به نماینده خونه سازمانی بدید، ماشین خوب در اختیارش. من نظرم اینه، من بعضی از بازیه که اتفاق افتاد قبول ندارم. خونه خوب بدید در نزدیکی مجلس، خونه سازمانی امنیت خودش و خانوادهش برام نزدیک به مجلس بیاد بره، همون منطقه جر بخرید، خونه سازمانی درست بکنید. اگه مصادم ده ما بیام، اصلا من میام برای مردم صحبت میکنم، جانم ضرورتش رو میگم. عالی بخه برای همه راننده محافظ از مجلس. اون خونه تا دوره قبل اصلاح طلب توش بوده، الان چی؟ یه اصولگرا بره، مهم نیست، اون جایگاه مال نظامه. تو دغدغت کار مردم باشه، مگه چقدر میخوای یه بار مثلا 300 تا خونه میخری دیگه میمونه دیگه. اما وقتی این اونو نداره مجبورش بابا دفتر کاری و مهمان سرا. خیلی از این شهرستانا به شما بگم اینا هم فرهنگشون فرهنگ قدیمی، بلند میشن میان تهران 20 نفر میان کار دارن، باید نماینده براشون جا پیدا کنه وگرنه پدرش در میاد. و مهمان سرا داشته باشه اونجا، نماینده بگه آقا هر مثلا میگم این افراد معرفی کنم شب برم مهمان سرا. اینا مشکلی نیست، اصلا هزینه ای نیست در موقع. اما وقتی این هزینه ها رو نمی کنید، جای دیگه نماینده میره وامدار یه بابایی میشه، برای اینکه براش دفتر بگیره، یهو براش هزار میلیارد کارسازی میکنه دیگه. این رفت، این به رفت بهتون مولا. اما خونه میمونه، تاش میخواد آقا 200 نفر 300 نفر استخدام کنه میشن راننده، کم الان دارن میشن محافظ. کسی با اینا مشکل نداره. من مشکلم اونجاست، از قضا اصلا نماینده دفتر نداره تو شهرستانش، رفته از شهرداری دفتر گرفته. بعد انتظار دارید اون نماینده خطایی ببیند، مسئله برخورد بکند با شورای شهر و شهرداری، صداش در بیاد؟ بسیار کم، این مثلا نمکگیر شده، این سیستم مشکل داره، امیرالمومنین میفرماد به قاضی حقوق مکفی بده. فقط قاضی باید حقوق خوب بگیره. یعنی آقا این باید دغدغه مالی نداشته باشه، درست قضاوت کنه، وگرنه یه 2000 میلیارد میزنه این. این حالا دغدغه های کوچیک نداشته باشه. این به این معنیه که مثلا نماینده، نه نماینده رو ببرش نقاط فقیرم نشون بده. اصلا نماینده رو اردو جهادی ببرید، خوبه؟ این نافی اون نیست. من نگفتم برید ولنجک براشون خونه سازمانی بزنید، یه جای وسط شهر معمولی، همون نزدیک بهارستان هست، راحت بیان برن. ایش بابا اینا باید فکرشون آزاد بشه، درست بتونه تصمیم نماینده ببرن. یا آقا کود میخوان زنگ میزنم. میدونی چرا؟ چون نماینده وعده کود داده، برای همین اینا انقدر نگرانن که درست انتصاب و شک بگیرن. این وعده کود داده، اون مدیر جهاد کشاورزی توی منطقه شون باید به حرف این گوش بده، کوده رو بده. این دیگه آدم دولت نیست که، آدم نماینده است. این از بی خل کنید. برای همین نماینده ما دغدغه های ملی نداره، دغدغه های لوکال پایین سطح پایین داره، کار نداره اون بالا چی میشه. یه رهبر انقلاب هم میاد تاکید میکنه آقا این مجلس انقلابی است، که بارها گفتم همون سخنرانی گفتم و ببینم چرا دوست ندارم ببینم. میگم بابا جنازه این مجلس میارزه مجلس قبلی که نصفشون رد صلاحیت شدن. روی کرد درست انقلابی، این قوانین خیلی خوبی تصویب کرده، امایی داره این وسط. اما این باید از بیخ و بنیان حل شود. حالا من شما بیام اینجا در مورد داینوت به صحبت کنیم. آی جوونا
عشق بریزی آقامون میاد. من فلان یکیون بالا نشسته یه امضا میزنه یا اول شد 5% جوان ها میرن تو باقی، یه امضا دیگه میزنه 5% دیگه. بعد جالبه این ادبیات پمپاژ میشه تو جامعه مذهبی ما، حیاتی ما، این حرفا رو نزنید رو منبرا، بیا گریمون رو کنیم بریم. سیاسی حرف زد من دیگه نمیرم بابا. اصل مشکل با امیر المومنین سر بحث سیاسی بود، وگرنه امامتش که نگرفتن.